به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، سلام ها و محبت های بی پایانم را بپذیرید. بازم از طریق برنامه از گپ گپ میخیزه مهمان خانه های شما هستم و طور که میدانید امروز پنجشنبه است، 13 قوس سال 1399 هجری خورشیدی، برابر با 3 ماه دسامبر سال 2020 میلادی از گپ میخیزه. قبل از اینکه ما برنامه امروز پیشکش حضورتان بکنم، میخوایم یک چند نکته را خدمت شما عرض کنم که را باید در نظر داشته باشین. شاید تعداد اندک از بینندگان ما یا هموطنان ما راضی نباشند از نحوه صحبت های ما، از تبصره هایی را که ما خدمت شما آماده میسازم و تقدیم میکنم، و همچنان شاید افراد و اشخاصی که به یک جناح وابسته هستند و یا ای که از یک شخص معین جانبداری میکنند، که کاملا یک امر طبیعی است و هر کس میتونه از هر کس خواسته باشه حمایت کنه و طرفداری کنه. اما من تا حد آخر کوشش میکنم که اما نزاکت هایی که در فرهنگ ما شما موجود است او را مراعات کنم. اگر قرار باشه ما بگو بکنیم و سر مسائل مختلف با هم بپیچیم و هم دیگر خود را قبول نکنیم یا یک احساس همپذیری نداشته باشیم، در صورت معلوم میشه که فاصله ما روز به روز نه تنها زیاد شده رفته، بلکه یک فاصله است که هیچ وقت هم نزدیک نمیشه. داشتن عقیده یا باور یا قضاوت به هر شخص یا نظر بر شخص فرق میکنه یا تغییر میکنه. هر کس از دید خود در یک مورد صحبت میکنه و قضاوت میکنه، اما چی خوب است که ما نظر اکثریت مراعات کنیم. من امروز در تلویزیون آریان افغانستان هستند برنامه سازهایی که من 90-95% با ایشان مخالف هستم، اما دلیل نمیشه که من با اونا دوست نباشم، برادر نباشم. یک چیزی بسیار طبیعی است، اما ما پذیرفتیم. نظر یک آدم است، نظرش قبول دارین خوب ندارین، دلیل برش بگوین. همچنان در مورد صحبتهایی که من میکنم، شما کاملا اختیار دارین. هر برنامه یا هر صحبت را که من میکنم بلافاصله زنگ بزنین، برای از اینکه در تلویزیون به اصطلاح سانسور و کارهایی که در دیگه جای مروج است اینجا ای گپا نیست که سانسور کنیم یا مانع صحبت کس شاییم یا نخواهیم کس نظر خود بگوید. آزاد است، نه کس تلفن کنترل میکنه و نه کس صحبت های شما رو گفته مردم سانسور میکنه. شما میتونین ابراز نظر کنین و در مواردی که با ما موافق نیستین رو ابراز کنین. ضرور نیست که به خاطر که ما مسئول تلویزیون هستم یا با ما یک دوستی دارین یا رفاقت دارین شما نظرتان نگاهین. یک امر بسیار طبیعی است. در بسیاری موارد من براتون گفتم، ما با بعضی از برنامه سازهای تلویزیون آریان افغانستان 95% تا 98% من اختلاف عقیده و نظر دارم، اما بازم میگم من با ایشان دوست هستم، بچه کاکا هستم، برادر هستم، دوست من هستن. از هر کمک و معاونت که باشه من تا جایی که در وس و توان من باشه من مزایقه نمی کنم، اما هیچ دلیل نمیشه که ما خدای نخواسته دشمن هم باشیم. بر صورت از گپ گپ خیست. خبرها از کشور ما افغانستان حاکی از آن است که در دوحه پایتخت کشور قطر همه بنبستهای فراراه گفتگوهای سال افغانستان گویا شکسته شده و دو هیئت به نتیجه رسیدند. هرچند هر دو هیئت همدیگر خود را بحث دولت افغانستان و بزم طالبان امارت خودساخته طالبان نپذیرفتند، هنوز معلوم نیست که توافق ها بر سر چه صورت گرفته است. اما یک عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان آقای نادر نادری در دوحه در تویتر خود نوشته است که کار شیوه یا مورا شیوه کار مذاکرات صلح به شمول مقدمه نهایی شده است و طرف ها گفتگوها را روی آجندای صلح آغاز کردند. زمانی که آقای اشرف غنی در بروسی جرگه حضور یافت،
و کابینه‌اش را به نمایندگان معرفی کرد، گفته بود که هر توافق ابتدا با ولسی جرگه افغانستان که مراد چنین کنایه های اکثرا مردم است از آن آگاه شده و در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. اما گویا صلاحیت ها حتی از حیطه آقای اشرف غنی هم خارج است. چه رسه به ای که او را محول کنند یا راجع بسازند به ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان افغانستان. حالا که طالبان هیئت دولت را در دوحه با خود امراه ساختند، اما نه به عنوان دولت، به حیث نمایندگان افغانستان، معلوم نیست که این توافق ها که میگویند اساسا شیوه کار گفتگو هاست چه نکته هایی را در بر میگیرد. خوف و حراس مردم افغانستان همان طور که بود باقی مانده، زیرا نه حکومت افغانستان و نه هم مردم در آن شریک نیستند. جالب است، دابل خوشحالی، گروه سومی که بیشتر به دلیل بیعت دوباره به سروری پاکستان توانستند وارد گفتگوهای صلح افغانستان شده و بیشتر سهم بگیرند، خلاف باورهای همه ما آینده افغانستان را با خطر معامله خواهند کرد. یعنی اینکه از طریق معامله با طالبان آینده افغانستان به مخاطره خواهد افتاد. اسد درانی رئیس سابق سازمان اطلاعات نظامی پاکستان یا ISI گفته است پاکستان می تواند از نفوذ خود بر مجاهدین و طالبان استفاده کند و به آنان بگوید که با یک دیگر گفتگو کنند. ایره خوب به خاطر داشته باشین. زمانی که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان رفت، گفت این سفرها برای جلب حمایت کشورهای همسایه جهت تقویت گفتگوهای صلح است. نمیشد چون تصور کرد که او در پی تشکیل جبهه سومی در گفتگوهای قطر باشد. برجسته شدن نام مجاهدین در کنار طالبان پیش از این مورد بحث نبود، اما در آخرین روزهای تنش میان دو هیئت که امروز یعنی پنجشنبه جلسه عمومی میانشان دایر شده و به کمیته مشترک کاری آن وظیفه سپرده شده تا موضوعات آجنده را ترتیب نماید، نام مجاهدین بیشتر و جدا از حکومت افغانستان بر سر زبانها افتاده است. در آخرین مورد نام سید اسحاق گیلانی، خانم فرخنده نادری و یک جهادی دیگر به نام مشاهد یا شاهد شامل لیست اعضای شورای عالی مصالحه یا هیئت مصالحه یا هیئت افغانی شده است. همچنان گفته میشه که بزودی نامهای احمد ولی مسعود و احمد مسعود، گویا او هم شاهزاده است، پسر قماندان مسعود، یا بهتر است بگوییم شاهزاده مسعود، و آقای رحمت الله نبیل که سومی مربوط تنظیم ها نیست، شامل اعضای شورای عالی مصالحه خواهند شد. این گزارش ها که تا دقایق دیگر شما آن را به صورت مستند مشاهده خواهید کرد، نشان می دهد که نقش ضعیف حکومت در برابر طالبان مستحق چنین نتیجه ای بود. اما مردمی که سالها هم از مجاهدین زخم خوردن و هم از طالبان، حالا بین آن دو در حال تبادله شدن هستند. یعنی سر مردم افغانستان یک بار دیگر معامله صورت می گیرد. این در اصل نه سقوط آقای غنی است، نه سقوط طالبان، این سقوط مردم افغانستان است. شکست همه امیدهایی است که قرار بود با آنها انگیزه گرفته به زندگی برابر و بدون جنگ برسیم. طالبان با حمایت پاکستان به یک نیروی سیاسی مبدل شد، همان گونه که روز مجاهدین در نشست بن یا کنفرانس بن تلطیف یافتند و با دریشی به جای لونگی و پکول و به اصطلاح ایزار و ایزاربند به کرسی قدرت در افغانستان تکیه زدند. حالا نوبت به طالبان رسیده است. طالبان در کنار مجاهدین میخواهند، من خجالت میکشم که نام مجاهد و مجاهدین روی اینها بانم و یا یکی یادآوری کنم، حالا طالبان در کنار مجاهدین به دستور سازمان
استخبارات نظامی پاکستان ISI می خواهند این چند سال را فرصت برای برپا کردن یک نظام مشترک برای خود بسازند. سالهایی که بسیاری از آن به عنوان سالهای پردستاورد افغانستان یاد میکنند حالا مبدل به مرحله شده است که طالبان و جهادی ها از آن به عنوان مرحله گذار استفاده میکنند. جلسات پی در پی حامد کرزی که او هم یک جهادی است، عبدالرب رسول سیاف، دکتر عبدالله با اشرف غنی نشان می دهد که حالا یک مرحله جدید در صحنه سیاسی افغانستان آغاز به فعالیت کرده. گذار از نظام پرادای جمهوریت غنی به یک نظام سختگیر دینی، حضور و عدم حضور خارجی ها نیز در این مورد تفاوت نمی کند، زیرا آنان تضمین امنیت کشورهایشان را از پاکستان می گیرند. همین امروز لوی دریستیز قوای مسلح ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که تا آغاز به کار آقای جو بایدن بایس رئیس جمهور منتخب آمریکا، دو پایگاه بزرگ نظامی آمریکا در افغانستان همچنان حفظ خواهد شد و فعال خواهد بود. پاکستان نیز با نفوذی که در مجاهدین و طالبان دارد آنان را تابع خود ساخته و نظامی را که سالها برای آن جنگیدند و بسیاری را بی خانمان و آواره ساختند، کشتند و بستند، برایشان وعده خواهد داد. حکومت افغانستان در این میان بیشتر از یک حکومت موقت نیست. آقای غنی با حکومت موقت گویا مخالفت میکرد و شاید هم هنوز هم بکند. نمیداند که خودش فعلا به جای حکومت موقت کار میکند. نقشی که حالا به دوش اشرف غنی و همکاران او افتاده انتقال یک نظام به نظام دیگر است. اینکه هنوز بس آتش بس در میان نیست ولی توافق بر سر شیوه کار و گفتگوها صورت گرفته است. بیشتر به خاطر فشار است که از سوی پاکستان بر حکومت افغانستان باید گویا تحمیل شود. اگر آتش بس صورت بگیرد، نقش مجاهدین که آقای درانی یعنی اسد درانی رئیس سابق سازمان اطلاعات نظامی پاکستان نمایندگان آنان را فرزندان راستین افغانستان میداند و حالا طرف اصلی طالبانند، بی تأثیر خواهد بود. آتش بس بین طالبان و مجاهدین با توافق خواهد رسید، نه نیروهای امنیتی افغانستان و افراد طالبان، و این یعنی توافق بر سر جمع شدن بساط نظامی کنونی در افغانستان. افزایش نام مجاهدین سابق و نوچه های آنان در لست شورای عالی مصالحه واقعا همه را شوکه کرده است. با هم می رویم و گزارش ویدیویی را که در رابطه با این تبصره آماده کرده ایم یک جا می بینیم تا دقایق دیگر برمی گردیم. با ما باشید. منابع در شورای عالی مصالحه ملی میگویند که نامهای سید اسحاق گیلانی، فرخنده زهران نادری و شهزاده شاهد بر فهرست اعضای شورای عالی مصالحه ملی که در فرمان از سوی رئیس جمهور غنی اعلام شده بود افزوده شدند. و گفته این منابع احتمال دارد نامهای رحمت الله نبیل، احمد مسعود و احمد ولی مسعود نیز در این فهرست افزوده شوند. با سرعت سرش کار میکنند، بسیار زحمت میکشه دکتر صاحب. امید است که روز شنبه اینا جلسه خود داشته باشند. خبر داریم که نشسته کردن با شمولی جناب استاد سیاف صاحب، با شمولی جناب کرزی صاحب، از تلویزیون ها و رسانه ها دیدیم، اما توافق تانور پت مانده، کسی خبر نداره که چه گفت از بین ازیا. در حالی که 6 ماه پس از امضای توافقنامه سیاسی شورای عالی مصالحه ملی تاکنون ایجاد نشده است، اما سفرهای عبدالله پیش از تشکیل این شورا با انتقادهای روبروست. در این جمع عالم تشریفات زیاد خوش داره. ایران بره و پاکستان بره و ترکیه و ازبکستان بره و اما چیزی که اصلی موضوع بود صلح بود برای ملت افغانستان و اینا تعهدم گرفته بود از دکتر صاحب اشرف غنی.
بر بنیاد گزارش ها سفرهای عبدالله عبدالله با گروه همراهش به کشورهای ترکیه، ایران و ازبکستان، هند و پاکستان بوده است و خرچ هر پروازی که به گونه چارتر کرایه شده بودند 40 تا 50 هزار دلار تخمین زده شده است. به خاطر مصارف عاجل شورای عالی مصالحه و رئیس شورای عالی مصالحه در ابتدا ما 10 میلیون افغانی را به اداره امور جمهوری اسلامی افغانستان فرستادیم، بعد از او هم در بودجه بررسی وسط سال در حدود 40 میلیون دیگر مد نظر گرفتیم. برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند که هرگاه شورای عالی مصالحه ملی برای بسیج تلاش‌های صلح وجود می‌داشت، احتمال ایجاد بن‌بست کنونی در مذاکرات دوحه کمتر دیده می‌شد. و اما در مورد نقش آقای غنی به حیث رئیس جمهور افغانستان که حالا گویا نقش رئیس حکومت موقت را ایفا میکنند. از ماها پیش این گمانه ها در رسانه های داخلی مطرح بود که اشرف غنی مانع پیشرفت روند صلح میشود، زیرا این روند را که از سوی امریکا به پیش برده شد و معمار اصلی آن زلمه خلیلزاد است، تهدید جدی برای قدرت و آینده سیاسی خود میداند. چند روز پیش ما در بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان بخش از گزارش یا یک خبر نیویورک تایمز در خدمت شما تقدیم کردم. نیویورک تایمز به نقل از منابع خبر داد که با وجود توافق احتمالی طالبان و هیئت مذاکره کننده افغانستان درباره سازوکار مذاکرات، اشرف غنی نگذاشته که هیئت مذاکره کننده با آن توافق کند و این روند پیشرفت داشته باشد. نقل از روزنامه نیویورک تایمز. دو روز بعد آن آقای صدیق صدیقی سخنگوی آقای غنی که من صحبتشان هم روز دوشنبه پخش کردم ادعا کرد که رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی همواره تلاش هایشان را در راستای تحرک بخشیدن به گفتگوهای صلح رهبری نموده اند. رئیس جمهور کشور به گفته صدیق صدیقی با آزادسازی 5000 زندانی طالب یک گام شجاعانه ای را به منظور سرعت بخشیدن به گفتگوهای صلح برداشته است، استمیتی که با تاسف از سوی طالبان پاسخ مثبت داده نشد. اما این نخستین بار است که یک رسانه معتبر امریکایی یعنی نیویورک تایمز رسما این برداشت را تایید می کند و می گوید که غنی عامل اصلی بنبست کنونی در روند صلح افغانستان محسوب می شود. اینکه غنی 5000 زندانی طالب را آزاد کرد و به تعقیب آن در هفته گذشته تعدادی از زندانیان پاکستانی را آزاد کرد، اگرچه همواره از سوی سخنگویان ارگ ریاست جمهوری و سایر ادارات دولتی افغانستان با عنوان نشانه جدی از عزم و اراده استوار غنی برای رسیدن به صلح تلقی می شود، اما واقعیت امر این است که حتی همان تصمیم هم در ابتدای امر زمانی که توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان امضا شد با عکس العمل تند ارگ ریاست جمهوری مواجه شد و ارگ اعلام کرد که تصمیم گیری درباره سرنوشت زندانیان طالبان در حیطه اختیارات دولت افغانستان است نه کشور خارجی. و بعدن آقای غنی مسئله اولیس جرگر مطرح کرد که هیچ موافقت نامی تا که به تایید اولیس جرگر افغانستان نرسه مدار اعتبار نیست. اما میبینیم که آقای غنی به مرور زمان از تعهدات یا خطوط قرمز یا سرخ را که بر خود ترسیم کرده خودش عدول میکنه. با این حال پس از ماها ایستادگی سرانجام بیچاره غنی مجبور شد با برگزاری یک جرگه سوری به این تصمیم مشروعیت ببخشد. از مسئولیت های حقوقی به زعم خودش و تاریخی آن رهایی یابد و دروازه زندان ها را برای زندانیان طالبان و به ویژه صدها تروریست خطرناک پاکستان و طالبان، قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و رهبران دسته های قدرتمند مافیایی باز کند. این در شرایطی بود که امریکا و طالبان روی کاغذ و به صورت رسمی هیچ شرطی را مبنی بر استقرار آتش بس یا کاهش خشونت
نپذیرفتند و تنها در موضع گیری های سیاسی و رسانه‌ای بر این موضوع تاکید ورزیدند. به این ترتیب آزادی زندانیان که امروزه از آن به عنوان یک گام بزرگ اشرف غنی برای تمثیل حسنیت ایشان به سال به نمایش گذاشته تفسیر می شود مثل آنچه اکنون در دوحه جریان دارد. یک تصمیم تحمیلی بود که غنی هیچ تمایلی به انجام آن نداشت. حتی آقای معاون رئیس جمهور عبدالله صالح هم گویا از خط سرخ خود عدول کرد. آقای صالح در هفته گذشته اعلام نبود که مذاکرات دوحه بین امریکایی ها و طالباست. یعنی ما در این نقش نداریم. اما خود آقای غنی پس از لحظات شما معذرت میخوام پس از لحظات شما مشاهده میکنین که خود آقای صالح به زبان خود مذاکرات دوحه را تایید میکنه. یعنی این هم یک فشار بوده برای آقای صالح تا او را مجبور بسازن که از مذاکرات صلح دوحه جانبداری کنه. با هم میرویم و این گزارش ویدیویی را هم از نزدیک تماشا میکنیم. تا دقایق دیگر برمیگردیم، با ما باشید. هرچند دو طرف گفتگو کننده به گونه واضح در مورد محتوای متن آن جزئیات در دست نمی دهند. یک عضو هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان می گوید که این توافق 21 ماده روی 4 اصل استوار است. خواست مردم افغانستان، تعهد هیئت های دو طرف، توافق امریکا و طالبان و نیز اعلامیه سازمان ملل. مقدمه این توافق که به گونه جنجالی شد مبهم بودن آن بوده است. در متن توافقنامه از حکومت افغانستان و یا هم امارات اسلامی نامی برده نشده، بلکه به جای این دو اصطلاح گفتگو کننده های دو طرف آمده است. کشورهای ناظر مانند امریکا، آلمان، نروژ، قطر و همچنان سازمان ملل تضمین کردند که منظور از طرف ها هیئت های دولت افغانستان و طالبان است. در این توضیح گفته شده منظور از خواست مردم افغانستان در مقدمه کارشوه فیصله لوی جرگه مشورتی صلح، هدف از طرف های گفتگو کننده هیئت های دولت افغانستان و طالبان، هدف از اعلامیه سازمان ملل، اعلامیه 2513 نهاد در پیوند به صلح افغانستان و توافق امریکا و طالبان است. هر جایی که آمده تعهد طرفین مذاکره کننده منظورش یک جانب هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، جانب دیگه هیئت تحریک طالب است. چون طرفین، تعداد طرفین مثلا واضح نبود کدام طرف ها؟ لفظ نه امارت است در آنجا، نه لفظ جمهوریت است. اما در توضیح بله جمهوری اسلامی افغانستان آمده. از سوی هم دو طرف کار را در پیوند با آجندا نیز آغاز کرده و فیصله شده که کمیته مشترک روز شنبه کارش را آغاز کند. آتش بس یکی از خواست های اساسی دولت افغانستان در بحث آجندا گفته می شود. جلسه مشترک روی یک گروه کاری کوچک که روی آجندا کار شروع می کنند و این گروه کوچک و روز شنبه نشست خود داشته باشند و روی عناوین و موضوعات آجندا بحث صورت خود گرفت. هیئت گفتگو کننده حکومت در حال از آتش بس سخن می زند که وزارت داخله رقم بلند از تلفات غیر نظامیان را امروز همگانی کرد. این وزارت میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 130 غیر نظامی در حمله های طالبان جان باختند. 16 حمله انتحاری، 168 مورد تعبیه و انفجار ماین ها که از اثر ای تحرکات توریستی طالبان، با تاسف که 476 تن از هموطن های ملکی ما شهید و مجروح گردیدند. حالا هم انتظارها این است که کار هیئت های گفتگو کننده نباید به کندی پیش برود. ولی بدبختیش ملت افغانستان کشیده که تا به حال ما هزاران نفر یا کشته دادیم و یا خانه هایشان خراب شده و یا به مهاجرت های داخلی و خارجی مجبور شدن که اینا وطن خود ترک بگن و یک جفای بسیار کلان است در حق ملت افغانستان. بحث و جنجال در پیوند به کارشوه 80 روز را در بر گرفت. این تنها راه را برای گفتگوهای رسمی باز کرده است. در مورد بنبست ایجاد شده در روند مذاکرات دوحه نیز به نظر می رسد که همه راه ها با آقای غنی ختم می شود. اگر بنبست باز هم به وجود بیاید که 100% به وجود می آید، زیرا مذاکرات معنای صلح را نمی دهد. تا زمانی که آقای غنی همچنان به مقاومت ادامه بده، واضح است
مانی از تحقق خواسته های امریکا و طالبان خواهد شد و اجازه نخواهد داد که این روند اقلن بر بنیاد نمودار پیش برود که میان امریکا و طالبان توافق شده و عملا به ضرر دولت افغانستان و ریاست جمهوری آقای غنی است. ارزیابی های ناظران حاکی است که به احتمال قوی تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ این بنبست پابرجا خواهد ماند، تا پس از آن با ریاست جمهوری بایدن بر بنیاد سیاست او درباره صلح و جنگ با طالبان سیاست های مقتضی روی دست گرفته شود. افزون بر این تصور می شود که مخالفت غنی با سازوکار مورد توافق امریکا و طالبان جهت مذاکره صلح و نیز خشونت های لجام گسیخته طالبان نتیجه یگانه در پی دارد و آن تمدید و تشدید بنبست در روند مذاکرات دو هست. زیرا ارگ ریاست جمهوری می گوید که دولت 5000 زندانی را آزاد کرد تا آتش بس برقرار و از حجم خشونت ها کاسته شود. در مورد آزادی جاسوسان پاکستانی دولت هیچ تبصره ای نکرد جز اینکه آنها را رها کرد و حتی رسانه های افغانی کمتر در مورد آن صحبت کردند و تبصره کردند. اما طالبان پاسخ این اقدام را با خون و خشونت دادند و وضعیت را بدتر کردند. حلقات نزدیک به طالبان هم معتقدند که خشونت های کنونی ناشی از ممانعت و مخالفت اشرف غنی در زمینه پیشرفت روند صلح است و تا زمانی که او حاضر به همکاری صادقانه در این زمینه نشده آنها مجبورند از راه اعمال فشار نظامی خواسته خود را پیش ببرند. برای آقای غنی هیچ راه نمانده، یا خواسته باشه یا نخواسته باشه، آنچه را که ایالات متحده آمریکا میخواه او را عملی میکنه. زیرا من نمیخوام به گذشته برگردم. ارزش پاکستان در نزد ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای همپیمان آمریکا به مراتب بالاتر است از ارزش افغانستان و مردم افغانستان. در میان آمریکا بر یک دوراهی قرار گرفته است. از یک سو نمیتواند به طور آشکار در برابر دولت قرار بگیرد که خود به وجود آورده و جانب دیگر در پی اعمال مفاد توافقنامه دوحه تا پایان ماموریت ترامپ در قصر سفید است. بس روی ساختار سیاسی و ماهیت نظام آینده که برای طالبان اولویت اساسی دارد مهمترین مسئله این مذاکرات است، موضوعی که ممکن است ماها زمان ببرد، بارها به بنبست بخورد و حتی کلیت این روند را به مخاطره بیندازد. مسائل دیگر مانند مذهب، قومیت، سرنوشت نیروهای امنیتی کنونی و 10,000 ملیشه مسلح طالب در فیصدی سهم آن در قدرت، اصول قانون اساسی، زنان، حقوق بشر، آزادی های اساسی مردم نیز از سایر موضوعاتی هستند که رسیدن به توافق سریع و آسان درباره آن بسیار دور از امکان به نظر می رسد و پیش بینی می شود که ابعاد این دشواری ها به اندازه گسترده باشد که بارها به بروز تنش های تهدیدآمیز و شکل گیری بنبست های طولانی منجر شود. به این ترتیب توافق روی شیوه کار و سازکار مذاکرات سلطان های گام کوچک در مسیر دراز و دشوار صعب العبور و سنگلاخ است و در این جمله کوتاه توافق روی چگونگی مذاکرات صلح طور که قبلا من خدمت شما عرض کردم صلح نیست. بنابراین باز هم تکرار میکنم آقای غنی به عنوان رئیس جمهور برحال افغانستان باید یک راه را جستجو کنه که نسیخ بسوزه و نکباب. موضوع اصلی یا سوال اساسی و اصلی موضوع آینده مردم افغانستان است، حقوق زن هاست، سایر دستاورده است که با وجود که اگر کم رنگ باشه اما در تاریخ آینده افغانستان با عنوان دستاوردها روش حساب میشه. اینا باید از بین نرن. اگه دستاوردها را از دست بتیم و اگر باز هم
حقوق زنها که نیمه بیش از نفوس از مجموع نفوس افغانستان است اینا دیده شوه و زنها با هم باز هم خانه نشین شوند و حقوقشان تلف شوه، ما آینده نخواهیم داشت. باز هم خدای نخواسته نشه که مقدمه یک تجزیه باشه در افغانستان، مخصوصا این که امروز جهادی ها هم یک بار دیگر گویا پاها را لخت کردند یا لچ کردند. بر صورت سهم دادن جهادی ها در آینده و در سرنوشت افغانستان تکرار تاریخ است. ما چه بدبختی ها و چه رنج ها و چه مصیبت های نبود که از دست اینها متحمل نشدیم. اما بازم من بر از اینکه سیاست بی‌طرفی خود در نظر داشته باشم یا او رو در نظر بگیرم، به هیچ وجه جنایات، نامردمی ها و خیانت هایی را که جهادی ها در افغانستان کردن به این معنا نیست که سایر گروه ها در افغانستان مبرا از هر عیب و هر نقص بودند. اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که سبب کشتار بیش از 2 میلیون نفوس افغانستان شدند و سبب آوارگی بیش از 3 میلیون دیگر، اونها اصلا معمار یا مولد بدبختی افغانستان هستند. این اونها بودند که این جهادی ها پیدا شد و این جهادی ها و خیانت های جهادی ها بود که سبب شد تا مولد آنها یا تولید آنها طالبان باشد. طالبایی که تا امروز میبینیم که چی مصیبت هایی نیست که اینا در سر مردم افغانستان نیاوردن و در آینده هم ما شما خواهیم دید که خواهند آورد. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، من صحبت خود در همین جا به پایان میرسانم. میریم به سراغ تلفن های شما دوستان و عزیزان. از شما میخواهیم بشنویم که شما چی گفتنی دارین. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. محترم برادرم مسکین یاسر، سلام برادر. یک لحظه اگر انتظار بکشین، من یک چند لاین سینا رو ده هولد بانم. یک لحظه. خب بسیار. بفرمایید نوریسی. مهربانی کردین، لطف کردین یک کنیم دقیقه شما وقت میخواهیم، من یک چند درست میکنم. بفرمایید. محترم جناب مسکین یاسر، در قدم اول صحت و سلامتی برای شما آرزومند. زنده باشین. تشکر. کشتار، قتل، ریختن خون انسانهای بیگناه کار زشت جنایتکاران است. گروه تروریستی طالبان را کیها محاکمه خواهند کرد؟ پاکستان، کشورهای مداخلگر در امور داخلی افغانستان جنایت را در این کشور مرتکب شدند. طالبان را همه مردمی افغانستان به شما خارجی باعث تروریست ها میشناسند و با القاعده و داعش و افغانی حکمتیار ارتباط دارند. در رأس این گروه های جنایتکار ISI پاکستان دیگر کشورهای بیگانه قرار دارند. جلسه قطر بین هیئت جمهوری افغانستان و طالبان بیشتر از 2.5 ماه سپری گردیده و اکنون هم در مذاکرات جانبین توافق نسبی به ملاحظه میرسد و هدف طالبان برسیدن به قدرت است. آقای اشرف غنی و اکنشینان و دار دستش ادامه حکومت خواهند بود. آقای عبدالله با تعداد اثران تنظیمار رفت آمد بین ارگ و سفیددار روز گذرانی است و پارلمان با در نظر داشت فساد، دزدی ها، زد و بند ها به تعدادی از نامزادان وزیران مزدور مزد میگیرند و نزد مردم و تاریخ بدنام و شرمسار است. از سوی دیگر بسا دشواری ها، دیگر بی امنیتی ها، فقر و گرسنگی، آدم ربایی و رسیدن سرمای زمستان و بی جا شدگان از هموطنان، از خانه و کاشانهشان دامنگیر ملت و مردم افغانستان است. اگر حکومت و طالبان به تفاهم برسند، دوام حکومت، ختم جنگ، پروسه صلح پایدار نیست. دست کشورهای بیگانه در موضوع دخلند. سعادت تفاوت دیدگاه ها از هم فاصله دارند و به خروج نیروهای امریکایی از کشور جنگ ادامه پیدا می کند. سازمان ملل متحد، شورای امنیت، جامعه جهانی، آقای جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا مردم افغانستان را کمک نمایند تا پاکستان جنایتکار
پلیس در رأس دولت و حکومت افغانستان قرار نگیرند و یک دایمی ملی توسط خود مردم به قدرت برسند و قانون بالای همه یک سان تطبیق شود. فرض احترام که به من وقت دادین و من از طریق تلویزیون زنده باشین. تشکر سب. تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. السلام علیکم مسکین یاسم با طرف بر شما سلام احترام تقدیم میکنم دوست گرامی بفرمایید. شکر که شما صحت سلامت زنده باشین. مسکین یاسم با طرف اوزار که قسم میبینیم وقت یک سوال آمدن حکومتی که با طالبان مشترک ساخته میشه قضیه بون اثر گرفته شده حین گپ یک وقتی با جادیا بود باز هم همی نفع هزی برای مردم افغانستان از یا نفش برای مردم برای خارجی ها این سریال که اثر کردن باز دوباره بگرنگ دیگه این امیره میخواستیم اگر لطف کنیم به خاطر حضی که تمام چیزهایی رو که میبینین در وقتی که دبون حکومت معقد می ساختن این گپ آمدن و طالب بیرون نگاه کردن و حالا یک گروه رو دور نگاه کردن و خواستن که فرض مثال حکومت جهادی ها رو که حکومت اشرف غنی یک جای که طالب ها یک چیز بسازن فکر نمی کنین که به نفع مردم است یا به نفع خارجی ها اینه می دهد خواهش میکنم زنده باشید. من خودم چنین میپندارم از آن جایی که آقای خلیلزاد سابقه بسیار طولانی همراه جهادی ها هم داره همراه اکثرشان حتی روابط شخصی و خانوادگی داره یکقدر که آقای خلیلزاد به جهادی ها نزدیک است شاید هیچ خارجی نبوده باشه صرف نظر از مسائل دیگه که از گپ گپ نخیزه اگر شما به خاطر داشته باشین تای یکی دو ماه گذشته بعضی از رهبران جهادی بعض جست و خیزا زدن اینا هندوستان رفتن و پاکستان رفتن و به دبی رفتن مذاکرات با بعض افراد و اشخاص داشتن و شاید جای دیگه ایم رفته باشن واضح است با سازمان استخبارات پاکستان رابطه بسیار نزدیک دارن برای اینکه اینا یارای دیرین هستن و همدیگر خوب میشناسن از جانب آقای خلیلزاد هم چون در همچون موارد میتونه بسیار سیاست بازی های عجیب و غریب کنه بنان بار یکی از رهبران جهادی که به گمان اغلب امی عطا محمد خان نور بود این بنوی نشان داد که گویا ائتلاف شمال سابق اینا دیگه به طالبا اجازه تکروی رو نمیتن و ایالات متحده امریکا مخصوصا خلیلزاد بر از اینکه باز هم کدام تشنج پیدا نشه چی کرد که جهادی ها را امر طالبا یک جای کرد و یگانه گروه یا اکثریت خاموش و بیتفنگ که بیچاره نه صدایش کس میشنوه نه کدام سلاح داره که از خود دفاع کنه یعنی مردم افغانستان یک بار دیگر فریب خوردن و کنار زده شدن با کنار زده شدن مردم افغانستان یا با فریب دادن مردم افغانستان کیست که از حق مردم افغانستان دفاع کنه قشر روشنفکر بسیاری ها فکر میکنن که تنها برای چپی ها گفته میشه نه خیر حتی بعضی جهادی ها هم شاید فکر روشن داشته باشن روشنفکر به افراد و اشخاص گفته میشه که فکر روشن داشته باشن در حالی که چپی ها فکرشان کجا روشن بود یک روشنفکر میتونه 2 میلیون 2.5 میلیون هموطن خود بکشه یا از بین ببره یا قتل کنه این روشن فکری نیست روشن فکر کسی است که از روشنی مغزش از تفکرش مردم استفاده مثبت کنه نه کنا به گودال ها و به کشتارگاه ها فرستاده شوند بنابراین من به این خاطر میگم قشر روشن فکر افغانستان تعلیم یافته افغانستان چیز فهم افغانستان که گویا هیچ سلاح و وسیله نداره برای ابراز اراده خود و یا هیچ گونه راه نداره برای زی که از خود دفاع کنه اینا کنار گذاشته شدن اونمو سناریوی گفته شما برادر ارجمند سناریوی بعد از روم است بعد از بن است کمی یک بار دیگه تکرار میشه کرسی های دولتی اساس دولتی به می جادی ها داده میشه یک تعدادشان برای طالبان داده میشه و هر شرط را که
پاکستان و طالب در برابر این جهادی ها بگذاره، با گذشته سیاهی که اینا دارن، اسناد و مدارکی که آیسای در اختیار داره از اینها، اینا قبول میکنن. و در مورد حقوق زنان اینا هم بعضی خانم هایی را که گویا مربوط جمعیت اسلامی است یا اکثرا جمعیت اسلامی است یا جنبش ملی عبدالرشید دوستم است یا بعضی تنظیم های خرد و بزرگ که گویا تنظیم های معتدل یاد میشن، همین خانم ها را میارن بعضی چوکی ها را برشان میتن، اما دیگه طالبان به این موافقه خواد کردن، برای اینکه میفهمن که اینا بیشتر از این دیگه کدام تقاضا و کدام توقعی ندارن. این برداشت ماست که این کار باز هم امریکا و بلخص خلیزداد کرده، برای اینکه باز هم تشنج یا کدام برخورد نظامی بین شمال و جنوب افغانستان پیدا نشه. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. بله آقای مسکینیار، سلام برای شما. من سب برای شما سلام اترام تقدیم میکنم. بفرمایید سب، خواهش میکنم، زنده باشید. تشکر، چون اولین بار است به برنامه وزینتان خواهش میکنم تماس گرفتیم. خوش هستم. بله بفرمایید. اگه اجازه باشه یکی از غزلیات معینی به زبان پشتوی خودا که عباد سیاسی هم داره بخونم. بفرمایید سب، بفرمایید. تشکر. زهرت دلم دستوری په غزل کې دی پښتو یم، زهرت دلم دستوری په غزل کې دی پښتو یم، خیر کړون دیم پروانه کا کومه ژر دی نیمو شپو یم، کله داسې کله هسې کله خوشې لیونی شم، کله داسې کله هسې کله خوشې لیونی شم، کله تا تعایی نشم بیا کجم ستاده برنویم. مای کده که می کتل چه هم یهود و هم ترسا و دک جامون شنگی دل زهر شنگ ستاده برنویم، لپته ده تور زلف و را خورک لچی میده شم، لپته ده تور زلف و را خورک لچی میده شم، دست ما نایم ما پریده چیزه و امرم بسر گویم، کم جلاد می پا وطن که توری سریک ری جنازی دی، کم جلاد می پا وطن که توری سریک ری جنازی دی، اغا سور سلی چی بینی اغا زسوی پا چلویم، تور تیاره سور خونه رای زرخون شنبار می چا دالا کر، تور تیاره سور خونه رای زرخون شنبار می چا دالا کر، بلبلان رو کده وکره وس وطن زده پردویم، تچه ورکشوی لمانا ار پلو کستا پمینا، تچه ورکشوی لمانا ار پلو کستا پمینا، هم گداریم هم منگای ده کلو پیرو بوهویم، هم گداریم هم منگای ده کلو پیرو بوهویم. بس تشکر. تشکر سم، زنده باشم. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. جناب مسکینیار صاحب سلام و درود بر شما میرسانم. من بر شما سلام احترام تقدیم میکنم. بفرمایید صاحب، زنده باشین. من فاطمه انام هستم. تشکر آقای انام، زنده باشین. ممنون. تشکر. امیدوار هستم خوش و سرحال باشین و میخواستم که تو موضوع صحبت بکنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بیشتر صحبت شما صحبت کردیم که همه بدبختی ها از دوره حزب دموکراتیک خلق افغانستان شروع شده، اما من با اینکه بیشتر میروم سالهای بیاد میاد که من بسیار جوان بودم و مربوط به یک از احزاب بودم و ما دیدیم که در افغانستان یک شور مشهور شد که به نام حکمتیار و به نام مسعود احمدشاه، مسعود و ربانی و سیاب، اینا کودتا میکردن در زمان شهید داود خان. درست است. ما بدبختی های افغانستان را از دو دوره شروع میکنم. یعنی ما فکر میکنم، ما مطمئن هم هستم، ایمان دارم به این که بدبختی های ما از پاکستان شروع شد، در دوران همین چند جهادیه که امروز فرزندان ناخلق از او افغانستان را به بنبست کشیدن. اگر ما واقعیت های جامعه را یک مقوله از کانت بر شما بگیم، کانت میگه که آنچه تو تفکر میکنی و قدرت بیان در نداری، تو انسان بسیار بی‌هویت هستی. و من نمیخوام که یک انسان بی‌هویت باشم، به خاطر اینکه من تاریخ افغانستان میدانم. امروز بدبختی های ما از امریکا شروع شد، این جهادی ها را امریکا و CIA امریکا و
بر سر ما تعمیل کردن. این جهاد نامقدسه. درست است که حزب دموکراتیک خلق افغانستان اشتباهات بسیار بزرگی کردن، اما انتقام ویتنام کی از ما گرفت؟ خون ویتنام در افغانستان کی جاری ساخت؟ مگر امی سیایی نبود؟ مگر امی پلان های وایت هاوس نبود؟ مگر امی جاسوس های بنام ربانی، بنام مسکینیار، ببخشید اکمجار، بنام مسعود که در دوران داود خان رفتن و عمله کردن سر پنشیر، سر لغمان، سر کابل که نام میخواستن پای آقای مستغنی را شامل بسازن، که فکر نکنم بزرگ مرد دری دستیسه شامل بوده باشه و سند نداره. بله بله بله، من میشنم شما رو میشنم. بله این اینجاست که ما باید جرأت از جسارت از زیرا پیدا کنیم. امروز هم ما رو دوباره تسلیم کردن به گروه بسیار متحجر و به گروه بسیار خونخوار که فرزند ناخلف یا با کمال معذرت فرزند حرامی همین جهادی ها هستن، همین ربانی، همین مسعود، همین حکمتیار، همین ربدوی مزاری، نمیدونم کمی بسیار زیاد هستن. طالب فرزند از ایناست. امروز ببینیم که امریکا باز هم با دستایت بسیار خونالود امی فرزندان ناخلف میارن، با دستیسه های بسیار شومیشون میخواییم سر ما تحمیل بکنن. ولی به هر طرف یک موضوع بود که باید ملت بفهمن که امروز ما زیر به اصطلاح یوغ امریکا هستیم. امریکا برای خوشنودی سرزمین ما نیامده، امریکا به خاطر بهبود سرزمین ما نیامده. امریکا اگر طالب میارن به خاطر منافع خود میارن، به خاطر منافع یونیکال میارن که گاز از قزاقستان و گازهای از آسیای دور از دوباره از رای افغانستان و پاکستان بالاخره به سرزمین خود برسونن. اینجا منافع مهم است. برای افغانستان، برای امریکا بی تفاوت است که غنی باشه یا هیبت الله باشه. اینجا باید ملت باید یک جای شوند و در درین شرایط بسیار اختناق باید ملت عمو یک جای شوند و در مقابل دستیسه امریکا، دستیسه پاکستان و دستایت که توسط همین جهادی ها و همین طالبان صورت میگره. و یکی هم دیگر موضوع آقای است که اینجا در این روزا بسیار صحبت میکنن و دفاع میکنن از همین گروه متحجر به نام یک پنجابی به نام عمر خطاب است. ما با این آدم مشکلات زیاد دارم. شما اگر هر روز برنامه از ببینید به نفع پاکستان، حتی فکر میکنید که یک پنجابی نشسته و برای پنجاب و برای اسلام آباد صحبت میکنن. اینجا باید ملت بدانند که این تلویزیون برای پنجابی، برای منافع پنجابی، برای منافع پاکستان است و برای منافع پاکستان کار میکنن. این یک موضوع بود تشکر بسن مطمئن لذات بگم. تشکر، زنده باشیم. تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. سلام جناب محترم آقای مسکینیار، بر شما سلام احترام تقدیم میکنم. اختری صاحب بفرمایید، در خدمت شما هستم. لطف میکنید، شما صحت سلامت باشین. جناب محترم آقای مسکینیار، اگر ما خود چیزی نداشتیم نه اندوخته بودیم، باید ما از رادمردان بزرگ تاریخ میآموختیم. امروز وطن به این حالت نمیکشید. فیدل کاسترو زمانی که در امریکا میمان شد بعد از دعوت و اینا ایادا و تعدادی از ژورنالیست ها یک جا شدن باقی از این سوال های بسیار عجیب و غریبی که با لحنای تندی هم مواجه شد، ولی در اخیر بازم برای گفتن که امریکا آماده است که برای شما هر نوع کمک ضرورت برای شما بکنه به کوبا، امریکا آماده است. فیدل کاسترو طرفشان دل خورد و گفت ما ضرورت به کمک نداریم، ما فقط از امریکا میخواهیم که مردم ما را احترام بگذارند. کاش که ما را احترام میگذاشت امریکا، امروز حق ما پایمال نمیشد. امروز ملت حقش پایمال است. احترام به ملت افغانستان، همین سیاستمدارایی که امروز در رأس استخبارات جهانی هم قرار دارد، قدرت اول جهانی است، برای ملت افغانستان هیچ احترامی قائل نیستند. فقط 4 نفر مزدوری را که در تاریخ هم همین صفت برای همین مردمای وطن فروش داده که تاریخ هم میگه وطن پرست کسی است که از وطن ملکیتش است، وطن آبش، هوایش، معادن سروتش، مزارش، اینا را فقط فکر میکنه که مال خودش از وزور محافظت و نگهبانی میکنه. وطن فروش میگه کسی هست که یک مشکل بزرگی که در به وطن فروش هست وی هست که همه چیز وطن فقط بیگانه میدانه، فقط در فکر ازی هست چطور میتونه از امی مالهای ازی برای خود دوزی بکنه و برای خود بیاندوزه و پس دوباره به یکی از کشورهای
کشورهای دیگه که از اونجا آمده پس دوباره واپس بگردن. ما در این طور مردمای امروز در افغانستان رویاروی شدیم که همه از یا اکثریت مطلقشان وطن فروش هستند، فقط ملک و دارایی افغانستان در چپاول انداختن، هیچ جای بازخواست و از اینا شدم نتانسته و نمیشه، برای از اینکه امریکایی ها اینا را دست بالاتری داده. موضوعی که به نام شورای مصالحه هست، این هم مانند همون شورای قوی اجراییه که برای دکتر عبدالله رئیس اجراییه بود به این شکل است. چرا اینا نه در قانون اساسی ما بود، نه در قبل پیشبینی شده بود، اینا را فقط خلاف اصول قانون اساسی یک کشور اینا کار میکنن. اصلا نمی ریاست جمهوری هم کسی گفته میشه که از جمهور، از آرای مردمی که گویا اونمو قانون هست که لوی جرگه است که از او تشکیل میشه، عبارت از همین مشران جرگه و باز اولیشی جرگه یک جا میشه، همین لوی جرگه تشکیل میشه با تعداد اعضای کابینه که همین هم به نام جمهور مردم میگن که قانون تصویب کرده. کسی که از قانون پیروی نمیکنه رئیس جمهور گفتن نمیشه، تا زمانی که تایید از قوانینی که برش سوگند داده میشه از او میگیره در جمهور بازو وقت شامل شده میتونه که از قانونی پیروی بکنه. متاسفانه اینا همیش بالای ما آورده شده در تعاملات سیاسی، همیشه میگه حقیقت هم گفته میشه، اما حقیقت وقتی که در بین اخبار و رادیو و تلویزیون اینا میشه، حقیقت چیزهای دیگه میکنه، گم میشه خود حقیقت. اما حقیقت بان هم به کرسی خود میرسه، مثل که یک زمان ما شنیدیم که میگفتن که افغانستان جز صوبه پنجم پاکستان خواهد شد و این کنفدریشن آقای گلبدین کالی امروز نامی از مجاهدین در لست گرفته شده. جناب محترم مسکینیان صاحب شما که اخبار همیشه بله بله یادم است، بله این حاله ببینیم کل تنظیم ها اصلا مجاهد کل ملت افغانستان است. چرا جنگی که قوای شوروی در افغانستان آمد این جنگ عقیدتی بود، جنگ الحاد با دین بود. همه ملت افغانستان چه مرد چه زن چه اطفال که امروز مهاجر شد اینا سهیم هستن، به نام مجاهد هستن. اما این کسایی که به نام تنظیم هاست اینا آمدن برای خود جا جور کردن، برای خود گرفتن و از جو جمله آقای گلبدین کسی که بود سرسپرده با CIA و ISI است و او امروز که قدر دعوا میشه به نام مجاهد، هدفشان فقط آقای گلبدین است که چطور بتانند پس دوباره ای را در حریکه قدرت بیارن و از این و طالب منعیسی اگه ابزاری که در گذشته داشتن از اینا استفاده بکنه، هم به منافع امریکا تکیه میکنه و هم بر منافع پاکستان. بنان تاوان پیشتر گفتم فقط ملت افغانستان میتک که بر حق حقوق از اینا کسی احترام قائل نشده. ای کاش کسی ما میداشیم پیزن کاسوره میگو بر ما کمک روان نکو، ما را ملت ما را احترام بکو، ما را بگذار که در قوانین خود خود ما تصمیم بگیریم، نه بیگانه. هیچ وقت بیگانه به خیر یک ملت تمام نشده. اگر امریکا را سیاستش را تعقیب بکنیم در هر جا رفته فقط بر منافع شخصی خودش و منافع ملی خود در نظر گرفتن. تشکر از توجه. زنده باشین. تشکر. ما بی لحظه به یاد آمد اولین مصاحبه من امرای آقای خلیلزاد، فکر میکنم سال 2000 اواخر، بله سال 2000 اوایل سال 2002 بود و ما فکر میکردم که آقای خلیلزاد مثل ما برای یک افغان است، نهایت چون ما و خلیلزاد فکر میکنم در فاصله یک سال امریکا آمدیم. ما در سال 1980 آمدیم و آقای خلیلزاد در سال 1979. ما فکر میکنم ما همه یک احساس داریم نسبت به وطن خود، نسبت به ماوای اصلی خود، نسبت به مادر خود. اما ما فکر نمیکنم در یک سال آدم یا در دو سال چقدر تغییر میکنه که و هر کس طور که من پیشتر گفتم هر چیز از دید خود میبینه. و پس از این که خشون بین‌المللی به افغانستان رفت یا حضور یافت یا لشکرکشی کرد، من در اولین مصاحبه از آقای خلیلزاد تشکر کردم که بسیار شما زحمت کشیدین به ایران و تا جایی که من شما را میشناسم از سال 1980 که اولین بار من رفته بودم پیش آقای خلیلزاد، اولین بار در سال 1980 در دسک افغانستان در وزارت خارجه امریکا که امتحان بتم برای ازی که قرار بود، یعنی قرار بود نه که من تقریبا چندین سال 4-5 سال در رادیوی مجاهدین کار کردم، واضح است یک پروژه امریکایی بود و خوی مسئله جداگانه است. آقای چون شناخت قبلی ازش داشتم ازش دعوت کردم، کسایی که شاید مصاحبه رو دیده باشن و من در آرشیف هم دارم اگر من وقت پیدا کنم پیدام. من بر آقای خلیلزاد گفتم آقای خلیلزاد بسیار تشکر از اینکه شما باعث یک فرزند صادق یا یک افغان اصیل تا
تانستن که امروز شرایط مساعد بسازن که ما را از شر طالبان نجات بتین. نهایت من خواهش از شما دارم، شما شاید در رکسط بسیار پایین باشین اما صدایتان شاید برسه، کسی صدای شما لطفاً ای که امروز خدمت به مردم افغانستان کردین بسیار تشکر، اما بگذارین سرنوشت خود مردم افغانستان تعیین کنن. کسی که قبول میکنه که ما این گپ زدیم در تلویزیون قبول کنه، کسی که نمیکنه لا فکر میکنه، پتاق فکر میکنه. من گفتم برش، من نمیفهمیدم که مانند صحبت های بعدین که به خلیزات روز گفتم که شما افغانستان نمیشناسین، ایواز که یادم خوش شوه ای برعکس شد. من خفه نیستم، بلکه که من خوش هستم در میرایی که هستم و در میرایی که روان هستم و در موقف که فعلا دارم. ای کاش آنها صدای ما رو میشنیدن، نظریات ما رو میشنیدن. من خودم اصلا نداشتم، اما اینا به افراد و اشخاص ضرورت داشتن که اونا به سلام مزد بگیر بودن، حرف شنوشان بودن، جاسوسشان بودن، اونا تربیه شده بودن. امروز میبینیم کنم تربیه شده هایشان در افغانستان هستن، ببینین که سر مردم افغانستان چی حال و چی روز آوردن. با جواب به تبصره آقای انعام که کردن، گویا گفتن که حزب دموکراتیک خلق افغانستان مسئول درجه یک نیست. من به این عقیده هستم که وقتی که یک انسان خیانت میکنه، ما دیگه پشتازی نگردیم که ولی او خیانت کرد بیا مام خیانت کنم. من میگم روز به روز ما باید بهتر شده بریم. اگر یک انسان وطن فروشی کرده، خیانت کرده، آدم کشته، چور چپاول کرده، ما باید انتباه بگیریم. برازی که چون که گلبدین و ربانی و مسعود و خالص اینا به همدستی آیسای پاکستان میخواستن کودتا کنن و حزب دموکراتیک خلقم حق داشت که کودتا کنه چون اونا میخواستن. آوری که اونا موافق نشدن. دومی که فرض کنم اونا موافق هم میشدن. کار خراب آدم تعقیب نمیکنن. این فقط من از یک برادر بر آقای انعام گفتم، شاید من در اشتباه باشم. از طرف این کسایی که در افغانستان مرتکب جرم و جنایت خیانت شدن، آیا اینا کدام خارجی بودن؟ نام روسی داشتن؟ نام عربی داشتن؟ خود نام عربی یا نام پاکستانی با نامای ما بسیار شبیه است. حکمتیار در کجا تولد شده؟ قمدان مسعود در کجا تولد شده؟ برهان‌الدین ربانی در کجا تولد شده؟ یا مولانا خالص یا مولوی خالص یا ملا خالص در کجا تولد شده؟ ترکی در کجا تولد شد؟ امین در کجا تولد شد؟ ببرک در کجا تولد شد؟ دکتر نجیب در کجا تولد شد؟ ملا عمر در کجا تولد شد؟ یا کجان افغان هستن؟ ما خود ما انسان های ناخلف هستیم. این ماستیم که وطن خود به این روز و به این حال انداختیم. شما ببینید امروز مردم افغانستان بیچاره ها، این بیچاره ها اقدر زبون شدن، اقدر خار شدن که یک نفرش هم نمیتونه آنچه که میخواه یا به باره دیگه اراده خود تمثیل کنه. کشتار مردم بیگناه در افغانستان، امی جورنالیست ورزیده ما شما آقای سیاوش، یا سایر خبرنگارهایی که کشته شده، یا سایر جنایاتی که در افغانستان شده، حمله بر پوانتون کابل، حمله بر پایگاه های نظامی، حمله هفته گذشته غزنی، حمله در کاروان نیروهای افغانی در مسیر راه زابل و بسا جنایاتی که امروز در نقاط مختلف است. امروز در 24 ولایت افغانستان جنگ است، در 24 ولایت افغانستان جنایت است. این جنایت علیه کی صورت میگیره؟ علیه یک ملت بی زبان، ملت فقیر و ملت گرسنه. و ما هم قدرت مقابله رو نداریم دیگه، به گپ نمیشه. بعضی ها میگه بیا برادر در افغانستان. من در افغانستان برم چی کنم؟ من خود کنم سای منصبم نیستم. اگه خبر باشه افغانستان برم میرم، ولی از کروناش بترسم یا از دیگه چی از دیگهش. یعنی من رو نترسانین، بر من اشتا میکنم برادر تو از اینجا مفت گپ میزنیم. من مفت گپ مزو کسایی نیستم که من بگم که من اگر من بتانم که مصدر کدام خدمت میشم، اگر من میتانم عشق یک یتیم خشک بسازم، اگر من بتانم که تبسم بر لب یک یتیم بیارم، چرا نه؟ مسکی که زیاد هستم. نه من خودم میگم ماها، تعداد ما کم نیست، شاید به ده ها هزار نفر برسه. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. بله محترم سلام میکنم. من بر شما سلام میکنم. زنده باشین سر. مهربان هستین، خواهش میکنم. از شما بفرمایید. اگر همی شورای مصالحه فیصله کنه که حکومت موقت یا حکومت عبوری را قبول کنه،
آیا به نظر شما این غنی قبول میکنه حکومت ما قطر؟ پس اگر قبول نکنه غنی، جامعه جهانی برای فشار بیاره، بازم غنی چی میکنه؟ همین یک تفسیر شما رو میکنه. چرا غنی ما فکر میکنم یک مسئله است که به هیچ وجه حکومت موقت قبول نمیکنه و طالب هم بدون حکومت موقت هیچ امکان نداره که گلبدین وره خود تسلیم کنه. این میگه نظر شما رو میخوام که میشه خواهش میکنم من خلاص براتون میگم اعتباد که مسئله حکومت موقت هم ماهیت شهروز تغییر کرده میره. تا 3-4 روز پیش چرا میگن بنبستا شکستانده شد یا بنبست از بین رفت؟ برای که یک گده افراد و افراد فروخته شده، یک گده شخصیت هایی که در افغانستان از قدرت دور بودن به اونا بعض وعده ها داده شد، مخصوصا جهادی ها. حال چی تغییر کرده؟ مثل که تا چی میگن سیاست در شب و روز تغییر میکنه؟ سیاست در 48 ساعت آینده تغییر کرده. به این دلیل اگر رئیس حکومت موقت آقای غنی را قبول کنند، غنی قبول میکنه، خدا شاهد است قبول میکنن. اگر قرار باشه آقای غنی رئیس حکومت موقت باشه، اگر آقای غنی نباشه به احتمال زیاد من حال فکر میکنم دکتر عبدالله شاید رئیس حکومت موقت باشه. در این صورت غنی که قبول نکنه چی از دستش میاد؟ افغانستان یک مملکت است، مردم افغانستان مخصوصا کسایی که لذت چوکی و مقام چشیده باشن، به مجرد که ایالات متحده آمریکا و چند کشور خارجی یک پیشنهاد کنن که یک حکومت موقت به رهبری فرض کنین دکتر عبدالله، باور کنین تمام طرفدارای اشرف غنی یک ساعت هم انتظار نمیکشن، کلشون طیارا رو سوار میشن میرن قطر به خوش خدمتی دکتر عبدالله. این مردم شما نشناختین، اینو شما شاهد باشین ببینین غنی از دست چی میه؟ غنی کدام عسکر داره؟ غنی کدام بادیگارد داره؟ این بادیگاردا و این اساکر که در افغانستان جنگ میکنه اردوی ملی، اردوی ملی است، اردوی غنی نیست، اردوی شخص کسی نیست. هر کس که نان برشان بته امونان فرمان میتن. به صورت دوستان ارجمن هموطنان گرامی فکر میکنم که وقت برنامه ما هم به پایان رسید، از حضور شما مرخص میشم. انشاءالله روز دوشنبه بازم در حضور شما خواهم بود. خداوند یار و یاور همه ایتان.